اتفاقای عجیبی توی منطقه 51 افتاده. بذارید داستان چند تا از این اتفاقات اسرارآمیز رو بهتون بگم. در سال 1984 یه سانحه هوایی اتفاق میفته. آمریکایی‌ها توی این منطقه داشتن یه هواپیمای مربوط به ارتش شوروی رو تست می‌کردن. راننده بلند میشه و بعد از مدتی سقوط میکنه. اون توی کوه‌های نزدیک به دریاچه گروم سقوط میکنه. این کوه‌ها مورد استفاده دامدارا و شکارچی و کارگرای معدن هم بوده. یعنی جایی بوده که مرتب اونا رفت آمد داشتن. بعد این حادثه ورود همه به این ناحیه ممنوع میشه. دلیلش هم امنیت ملی اعلام میکنن. مقامات نظامی هم میان و توضیحات خیلی کوتاهی میدن ولی که در موردش صحبت نمیکنن. بعد این حادثه روی جاده هایی که به سمت ناحیه 51 میره نگهبان میذارن. نکته ترسناک و عجیبش اینه که توی یه پیام رادیویی به تمام این نگهبانا اعلام میکنن که پناه بگیرن و قایم بشن. چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که به نگهبانا بگن برید پناه بگیرید؟ یه جایی وسط آمریکا که هیچ تهدید نظامی وجود نداره، نگهبانا مجبورن برن پناهگاه پیدا کنن. در مورد سقوط این هواپیما دیگه صحبت نشد. نکته عجیب در مورد سقوط این هواپیما اینه که خلبانی که این هواپیما رو میرونده خلبان مخصوص این هواپیما نبوده. چرا باید این خلبانی که تخصص نداره یه هواپیما رو بلند کنه و به یه سمتی بره و بعدش هم سقوط کنه؟ نکته آخرم این که چرا باید از ورود افرادی که مرتب به این محل میومدن جلوگیری بشه؟ داستان بعدی در مورد چراغ‌های مرموزه. همیشه وقتی مردم گزارش میدن که نورهای عجیب غریبی دیدن، دولت میاد میگه که مربوط به یه آزمایش مثلا هواپیمایی چیزی بوده. گزارشاتی وجود داره که چراغ‌های عجیبی رو بالای این پایگاه دیدن. هم مثل همیشه گفتن مربوط به هواپیماها یا هواپیماهای نظامی مخفیه که هنوز رسمی نشدن. افرادی که این چراغ‌ها رو دیدن ادعای دیگه‌ای دارن. این چراغ‌ها طبق یه الگوی غیر معمول به شکل زیگزاگی داشتن حرکت می‌کردن. اونا به سرعت در زاویه 90 درجه تغییر جهت می‌دادن. ناگهانی می‌اومدن، ناگهانی هم می‌رفتن. خیلی ساده بخوایم بگیم این چراغ‌ها خیلی عجیب‌تر از اون چیزی هستن که بخوایم اونو مربوط به یه وسیله نظامی بدونیم. مقامات بعضی وقتا میان میگن این چراغ‌ها مربوط به یه بالون هواشناسیه یا نور یه چراغ قوه است. ولی معمولاً کسایی که دارن توی این موضوع پژوهش میکنن اصلا این موضوع قبول نمیکنن. داستان شهادت باب لازار. وقتی که ما موجودات فضایی رو تجسم میکنیم یه سر بزرگ براشون در نظر میگیریم و دو تا چشم سیاه خیلی بزرگ. بدن اونا رو هم لاغر در نظر میگیریم. این تصور اکثر ما از یه موجود فضاییه. این تصویر نمادین از موجودات فضایی به لطف باب لازار ایجاد شده. لازار ادعا کرده که در منطقه 51 به کار گرفته شده. اون گفته که در سفینه موجودات فضایی به عنوان یه فیزیکدان داشته کار میکرده. اون هر چیزی رو که دیده طراحی کرده تا به مردم نشون بده. به شدت اعتقاد داره که موجودات فضایی وجود دارن. کسایی هستن که شخصا باهاش مصاحبه کردن یا اونو از نزدیک دیدن. باب لازار داستانایی از آزمایشاتی که روی موجودات فضایی انجام داده گفته و طرح کلی فناوری‌های غیر معمول فضایی‌ها رو توصیف کرده. اون حتی میگه داخل یه بشقاب پرنده رو کامل دیده. یه جنبه تاریک هم در مورد داستان‌هایی که لازار گفته وجود داره. بررسی روش انجام دادن و مشخص شده که اون گذشته عجیبی داشته. خاطراتی هم که تعریف کرده ابهاماتی توش وجود داره. البته لازار ادعا کرده که دولت حافظه‌اش رو پاک کرده. گفته برای این که نتونه ادعاهاش رو ثابت کنه دولت اومده حافظش رو پاک کرده. یه چیز شبیه اون نوری که توی مردان سیاه‌پوش پخش می‌شد. بعد قضیه باب لازار توجه خیلی زیادی به منطقه 51 جلب شده. خیلی هم تلاش کردن که وارد این منطقه بشن و رمز و رازهاش رو بفهمن. مورد بعدی آقای بوید بوشمنه. مهندس سابق منطقه 51 آقای بوید بوشمن در روزهای آخر عمرش جزئیاتی رو در مورد زمانی که توی این پایگاه نظامی مشغول به کار بوده افشا کرده. اون گفته موجودات فضایی رو دیده و گفته که دولت آمریکا داره روی فناوری عجیبی کار میکنه. این فناوری ها شامل فناوری های ضد جاذبه و متد های سفر مافوق سرعت نور بوده. اون ادعا میکنه که دو گروه از موجودات فضایی اونجا بودن، گاوها و گاودزدها. این دو گروه عملکردهای متفاوتی هم دارن. زمینی ها هم با این دو گروه روابط متفاوتی برقرار کردن. بوشمن تصویری رو نشون میده که میگه عکس یه موجود فضاییه. اون ادعا میکنه که این روح یه موجود فضایی مرده است. اون گفته دوربین مخصوصی برای گرفتن این تصاویر استفاده شده و یه موجود فضایی شخصا خودش این عکس ها رو گرفته. البته بعدها خیلی روی این موضوع کار میکنن و اثبات میکنن که این عکس ها ساختگی هستن. به این فکر کنید که هر کسی میتونه یه اسباب بازی ساختگی بسازه و از اون عکسای تاری بگیره و ادعا کنه که اینا موجود فضایی هستن. ولی بایستی به این چیزا در مورد کیس آقای بوشمن توجه کنیم. چرا باید آقای بوشمن تا بستر مرگش صبر کنه تا این عکس ها و اطلاعات رو به اشتراک بذاره؟ چرا زودتر این کارو نکرده؟ شاید به خاطر امنیت شغلیش و قدرتی که توی افراد دور و برش میدیده میترسیده که این اطلاعات رو افشا کنه. منطقه 51 الان مشابه یه جاذبه توریستی شده. آمریکایی‌ها قرار بود اونجا آزمایشات محرمانه انجام بدن و شاید حتی اطلاعاتی مربوط به موجودات فضایی اونجا وجود داشته باشه. ولی چیزی که مشخصه اونا نتونستن به خوبی پنهان کاری کنن و یه سری از اطلاعات از اونجا درز کرده. پایگاه‌های جدیدی در دالاس و نیومکزیکو ساخته شدن که به قدری حفاظت شدن که هیچ پرنده‌ای هم از روشون عبور نمی‌کنه. شاید تمام اطلاعاتی که توی منطقه 51 بوده به اینجا انتقال پیدا کرده. اگه از این موضوع خوشتون اومد توی کامنت‌ها بگید تا پارت 2 رو هم بسازیم.